شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله رب العزت طاعت و عبادتهای ما شما را قبول و مقبول در بار خود بگردانه از تقصیرات و کوتاهی هایی که از ما در طول هفته سر زد الله رب العزت ما شما را ببخشه و عفو کنه و مورد مغفرت و بخشش خود قرار بده و همه ما شما را توفیق پابندی و استقامت به احکام دین از اوامر و نواهی الله رب العزت که ضامن سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت انسان است الله رب العزت برای ما شما نصیب بگردانه و سایر برکت ایام آینده که ایام ماه مبارک رمضان است الله رب العزت ما شما را محروم نگردانه و هر یک ما را توفیق نصیب فرمایه که تا در رابطه با ماه مبارک رمضان تا انتهایی که میتانیم سعی و تلاش و کوشش بکنیم که از خیر و برکت از او مستفید شویم شکل نیست برادر اسلام که همه ما شما در جریان هستیم که ما شما در آخرین روزهای ماه شعبان قرار داریم و انشاءالله و تعالی بعد از خلال چند روز انگشت شمار ما شما استقبال یک ماه بسیار پر عظمت و استقبال یک ماه بسیار پر برکت و استقبال یک ماه بسیار بزرگ را انشاءالله و تعالی ما و شما انجام میدیم پس به خاطر خواستم که در خطبه امروز در رابطه با ماه مبارک رمضان فضیلت ها و برتریت هایش و یک مکلفیت انسان مؤمن و مسلمان در رابطه با این ماه چی باشه و ما چگونه بتانیم که از ماه مبارک رمضان استقبال درست بکنیم خواستیم که در خلال از این خطبه و خطبه های آینده که الله رب العزت ما را حیات به تو زندگی بده در رابطه با فضیلت و برتریت از این ماه انشاءالله و تعالی ایراد بکنیم شک نیست برادر اسلام که الله رب العزت خالق همه اشیا هست الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق هر چیز است و الله وكیل در رابطه با هر چیز می باشه الله جهان و کائنات آفریده زمین و آسمان آفریده ملک و جن و انسان و تمام مخلوقات آفریده الله رب العزت وقت و زمان آفریده و برای وقت و زمان برای ما و شما وسائل را ایجاد کرده که تا ما بتانیم که وقت و زمان خدا توسط از او تعیین بکنیم و کل شیء عنده بمقدار و هر چیز به نزد پروردگارت به یک اندازه معین تنظیم و ترتیب شده متوجه باشین که هیچ چیز در کائنات ما نمیبینیم که مگر الله رب العزت او را تقدیر کرده و اندازه کرده و تعیین کرده هیچ چیز در جهان و کائنات از کوچکترین ذره گرفته تا بزرگترین اجرام سماوی بیهوده و پوچ آفریده نشده بلکه الله رب العزت در رابطه با هر یکی از اینها مقدار و اندازه معین را برای ما شما تعیین کرده پس همه ما شما به یه عقیده هستیم برادر اسلام که جهان و کائناتی که ما در او زندگی میکنیم یک جهان و کائنات موقت است برادر اسلام این جز ایمان ما به روز آخرت میباشه ایمان انسان به روز آخرت تکمیل نمیشه تا با وقتی که به یقین نداشته باشه که جهان و کائنات جهان موقت است و بالاخره از بین میره اکثریت کسایی که انکار جهان آخرت میکنن
متوجه باشین که ابتدای انکارشان در حقیقت عدم از بین رفتن از جهان و کائنات است. چرا زمانی که انسان به یه عقیده بود که جهان و کائنات برای همیشه برای ابد و ازل می باشه، به شک نیست که جهان دیگه وجود نداره دیگه. جهان دیگه که وجود نداشت آخرت نیست دیگه. آخرتی که نبود حیات و زندگی بعد از مرگ وجود نداره. حیات و زندگی بعد از مرگ نبود حساب و کتاب نیست دیگه. بس هرچی که میکنی بکن. ولیکن الله رب العزت در آیات متعدد قرآن مجید ما و شما را از این حقیقت آگاه کرده. برادر اسلام، خلق السماوات والارض فی ستت ایام، الله رب العزت زمین آسمان را در شش روز آفرید و تا به وقت معین ای جهان و کائنات الله رب العزت برای ما و شما ادامه میده. پس به می جهت الله رب العزت به خاطر شناخت وقت و زمان ما و شما برای ما وسایل را ایجاد کرده که با این وسایل ما میتونیم که وقت و زمان خود تعیین بکنیم. پس الله رب العزت خالق همه اشیا هست. او ذات است که یک مخلوق بر مخلوق دیگر برتریت میده و فضیلت میده. او ذات هست که یک مخلوق از مخلوق دیگر بر میگزینه. و ربک یخلق ما یشاء و یختار، الله رب العزت خلق میکنه هر آن چیزی را که بخواید و بر میگزینه از این مخلوقات هر آن چیزی را که بخواید. الله رب العزت انبیاء علیهم السلام همیشه فرستاد، از آدم علیه السلام تا به خاتم، ولیکن یکی را بر دیگر برتریت داد و فضیلت داد. الله رب العزت زمین آفرید من حیث مکان برای حیات و زندگی انسان، برای مرگ و مردن انسان. و از کل کره زمین، همون منطقه که خانه کعبه شریف هست، از کل منطقه زمین را برگزید، فضیلت داد و برتریت داد که امروز انسان مسلمان در هر کنج زمین که باشه، در هر کنج کائنات که باشه، با جهت عبادت رب خود روی خود به طرف از اون نقطه میاره. از بمی اساس الله رب العزت که زمان خلق کرده و پیدا کرده، برادر اسلام شک نیست که در رابطه با زمان هم الله رب العزت برخی از ازمنه را، برخی از اوقات بر برخی دیگر از اوقات فضیلت داده و برتریت داده، برخی از فضیلت ها کمتر، برخی از فضیلت ها زیادتر و برخی از فضیلت ها به حد زیادتر و بیشتر می باشه. پس به میاسا زمانی که ما در رابطه اوقات و زمان نظر اندازی میکنیم، برادر اسلام، اوقات زمان از لحظات آغاز میشه، دقایق در بر میگیره، ساعتها را در بر میگیره، روز در بر میگیره، هفته را در بر میگیره، ماه را در بر میگیره، سال در بر میگیره و بالاخره قرن در بر میگیره. و کل از این وقت و زمان هست که الله رب العزت با چرخش از این آسمان و زمین، با چرخش از این آفتاب و مهتاب و زمین و تمام کائنات که به محور معین خود در حرکت می باشند، بالاخره اوقات و زمان برای ما شما تعیین می کنند. پس به می اساس الله رب العزت در ساعتهایی که ما و شما داریم، برادر اسلام، بهترین ساعتها در 24 ساعت روز ما و نمون ساعتهایی است که ما نمازهای فرض انجام میدیم. پنج وقت نماز فرض بهترین اوقات است به نزد الله رب العزت در 24 ساعت حیات زندگی موت. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شد که بهترین عمل کدام عمل است؟ گفت خواندن نماز در وقتش، یعنی به معنی که اوقات نماز پنجگانه موت بهترین اوقات می باشه. و از این خاطر است که یکی از موارد قبولیت دعای انسان، یکی هم در حقیقت بعد از ادا کردن نمازهای فرض می باشه، وقت قبولیت دعا هست، بهترین اوقات است. بعد از نمازهای فرض پنجگانی ما بهترین وقت را که در طول 24 ساعت الله رب العزت برگزیده، حصه اخیر شب ما هست، وقت زمانی که روز نزدیک میشه که طلوع بکنه و برایه، آخرین حصه شب بهترین اوقات در 24 ساعت ما هست، برادر اسلام، که حتی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم
در رابطه با فضیلت و برتریت از این ساعت و از این موقف می فرماید که پروردگار عالم به عظمت و بزرگواری که داره، به جلالی که داره، در آسمان دنیا نزدیک میشه، ندا میزنه الله رب العزت خالق ما آفریدگار ما، برای ما بنده های روسیا و گناهکاری که از احکام الهی راست کردیم، پشت هوا و هوس و شیاطین نگرفتیم، ندا میکنه رب ما، کسی هست که مغفرت میخواهی که ببخشمش، کسی هست که احتیاج داشته باشه که برایش بتوم، تا با وقتی که فجر طلوع میکنه. الله رب العزت در طول هفته که ما و شما داریم که هفت روز است برادر اسلام، از این هفت روز بهترین روزی که برگزیده روز جمعه هست که امروز با تو در قرار داریم، بهترین روزی که در او آفتاب طلوع کرده روز جمعه می باشه. پس فضیلت و برتریت از این روز دیگه ما و شما آگاهی داریم دیگه. پس روز جمعه را بر سایر روزهای هفته الله رب العزت برگزید. حکمت الله تقاضا کرده برادر اسلام که در رابطه با وقت و زمان ما و شما، تعداد سالهای، تعداد ماهای سال ما را الله رب العزت 12 ماه خودش تعیین بکنه. ان عده الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والارض. روزی که الله زمین و آسمان می آفرینید، در او روز تعیین کرد که تعداد ماهای سال ما تو 12 ماه باشه. و به می خاطر است که در هر سال که ما بریم 12 ماه هست. اگر دین میلادی بری هم 12 ماه هست، اگر در شمسی بری هم 12 ماه هست، اگر در جای قمری بری هم 12 ماه هست. از 12 ماه کسی 13 ماه نداره برادر اسلام. از 7 روز هفته کسی 8 روز نداره برادر. چیزی که الله تعیین کرده دیگه. و اگر در تعیین از این که الله رب العزت به دست انسان ها میمون، خدا میدانه که یک سال ما صرف 40 ماه میشد، یک روز ما صرف 20 روز میشد. نه، ایر الله رب العزت تعیین کرده، کسی به این دست داده نمیتانه. والله یقدر اللیل و النهار، الله رب العزت شب و روز همیشه تعیین کرده و برگزیده. پس به همین اساس که تعداد ماهای سال ما 12 ماه از طرف الله رب العزت تعیین شده، در این 12 ماهی که ما و شما داریم برادر اسلام، و این 12 ماه که در ماهای قمری ما و شما از محرم آغاز و به ذوالحجه به پایان میرسه، در ماهای شمسی ما و شما از حمل آغاز و بالاخره در خود به پایان میرسه، و در ماهای میلادی ما و شما که از جنوری آغاز و در دسامبر به پایان میرسه، متوجه باشین که از این 12 ماه پروردگار عالم ماه مبارک رمضانه، ماه مبارک رمضانه بر تمام ماها فضیلت داده و برتریت داده. خب مراد از این فضیلت و برتریت دادن از این ایام، از این ماها، از این روزها، از این ساعت چی می باشه؟ مراد از فضیلت و برتریت از این ماها ایست برادر اسلام که انسان مؤمن و مسلمان عمل نیک و عمل صالح را که در این اوقات پربرکت و پرفضیلت انجام میده، این عملش به نزد الله بی حد پسندیده می باشه، بی حد محبوب می باشه. الله رب العزت به اینمی عمل که در اینمی اوقات پرفضیلت ما تو می کنیم، برای بنده خود اجر و ثواب بی حد زیاد نصیب می کنه. بهترین وسیله تقرب انسان به دربار الله میشه. مراد از فضیلت و برتریت لحظات و ایام و ماها ایست برادر اسلام که رحمت پروردگار عالم در اوقات در جوش می باشه. کوچکترین عمل نیکتا بزرگترین اجر و ثواب برایت میده. پس اگر این لحظات در 24 ساعت حیات و زندگی ما و شما تنها در اوقات پنجگانه نماز می باشه، و یا در حصه اخیر شب می باشه، و در یک هفته ما و شما تنها روز جمعه داریم که می باشه، ولیکن زمانی که ماه مبارک رمضان می رسه، باز این اوقات پرفضیلت دیگه ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. یک ماه مکمله از ابتدایی که هلال دیده میشه تا انتهایی که هلال از بین میره، کل از این لحظات فضیلت است، برتریت است، رحمت است، بخشش است، عفو است، تقرب است به دربار الله رب العزت. پس این ماه مبارک رمضانه که ما در رابطه با او صحبت میکنیم، انشاءالله و تعالی در خلال از این هفته ما شاید هم بگویم که یک دو سه روز بعد ما شما استقبال میکنیم.
پس به این خاطر هر یک ما شما متوجه از این ماه باشیم برادر اسلام. امروز تجار محترم خدا ببینیم برادر اسلام که یکی از بهترین مواسم فروش اجناس از اونها نزدیک شدن ماه مبارک رمضان و یا هم فرارسیدن اعیاد ما و شما می باشه که عید فطر و یا هم عید اضحا باشه. چرا تجار می فهمه که در این وقت و زمان دیگه استقبال مردم در رابطه با خرید اشیا و اجناس بیشتر میشه. شما باور بکنید که رمی تجار یک ماه پیش از پیش خدا آماده به اصلاح کار می سازه. یک ماه پیش. چرا موسم از دیگه؟ این همی فرصت که از دستش رفت دیگه باز بعد از رمضان کسی پشت دوکان از او دور نمیخوره. و با این خاطر است که با کمال تاسف بگیم که امروز با فرارسیدن ماه مبارک رمضان اجناس ما نرخاش در آسمان میره. به جای از اینکه مثلا نرخا تنزیل شوه نرخا به آسمان میره. بس دیگه. امروز دنیا دنیای مادیات است برادر سامینده. امروز دنیا دنیای پول و پیسه هست. امروز اعتبار پول و پیسه و مراتب بیشتر از به نزد مردم از اجر و ثواب و معنویات کرده. پس او تجار یک ماه پیش در رابطه با مشت پولی که به دستشان میاد یک ماه پیش تیاری خود میگیره. اما ما تو انسان مؤمن و مسلمانی که ماه خیر و برکت ما و شما، ماه فضیلت و برتریت ما و شما که ماه مبارک رمضان است، در قصه ایش نیستیم دیگه. شیش دقیقه نیستیم که باز چی وقت اعلام میشه که رمضان است و باز ما بشینیم و روزه بگیریم. در حالی که متوجه باشیم برادر اسلام که ماه مبارک رمضان از هر یک ما و شما تقاضا میکنه که قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان ما و شما خدا آماده از این ماه بسازیم. این هم یکی از قسمی که تجار خدا آماده فروشات اجناس خود میگردانند، واردات زیاد میکنند، اجناس زیاد میکنند، قیمت ها را بلند میبرند. چرا؟ به جهت از یک مشت پول به دست شده. و اگر نگه متاجر بیشینه و بیشینه که به اصلاح رمضان اعلان شد و باز متوجه باشین که هیچ فایده نمیکنه. پس ما تو هم اگر میخواییم که از ماه رمضان استفاده درست بکنیم، اجر و ثواب به حد زیاد در آخرت خود کسب بکنیم، الله رب العزت خوشنود بسازیم، از گناه هایی که در طول سال از ما سر زده، کمی ها و کاستی ها و تعدی و تجاوز در رابطه با احکام الهی از اوامر و نواهی و هر یک ما شما شاهد از او هستیم و هر یک ما شما به نفس خود آگاه هستیم برادر است. از گناهان زبان گرفته، از گناهان چشم گرفته، از گناهان گوش گرفته، از گناهان دست گرفته، از گناهان بطن گرفته، از گناهان فرج گرفته، همه شاهد هستیم. ضعیف هستیم، ناتوان هستیم برادر هستیم. ما نمیگم که ما ملک هستیم، نمیگم ما فرشته هستیم، نمیگم که از ما گناه سر نمیزنه. نه، گناه بخواهی نخواهی سر میزنه. ولیکن طبیعت انسان این نیست برادر هستم که به گناه خود استمرار بده دیگه. پس پروردگار عالم میفهمه برادر هستم و شما انسان ها را پیدا کرده و خوب از انگیزه ها و تمایلات و سرشت طبیعت ما میداده که نبی بنده که یک دفعه در گناه افتاد سیب که غرق شد دیگه هیچ متوجه خود نمیشه دیگه. نه، متوجه خود نمیشه، به گناه استمرار داره، به معصیت استمرار داره. خوب میفهمه که نبی گناه است، استمرار. پس پروردگار نمیخواهد که ما تو انسان که خلیفهش در روی زمین هستیم مانند شیطان و ابلیس در گناه خود استمرار بدیم. شیطان و ابلیس چرا در رحمت الله رانده شد؟ به جهت از اینکه در گناه خود استمرار داد، در گناه خود پابندی کرد، رجوع نکرد. زمانی که نافرمانی پروردگار عالم کرد، از سجده کردن به آدم علیه السلام ابا ورزید و الله رب العزت مورد لعنت قرارش داد، از الله رب العزت مهلت خواست. مهلت نه به خاطر از اینکه به الله رجوع بکنه، بلکه مهلت به این خاطر که در گناه و معصیت خود استمرار بده. ولیکن آدم علیه السلام هم اشتباهی را انجام دادن. از نهی که الله رب العزت کرده ایشان از اون نهی خودداری کردن نتانستند. ولیکن به مجرد که فهمیدن که ما مرتکب عصیان و نافرمانی پروردگار عالم شدم،
از همون لحظه اعلان کرد که ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا. پس این طبیعت موت است. پس الله رب العزت میداند که نمی انسان هایی را که ما پیدا کردیم و خلق کردیم این نمی انسان ها بالاخره در نمی گناه و مسیحات استمرار ادامه میداد. پس به این خاطر است که الله رب العزت ماه مبارک رمضان من حیث یک نقطه پایان، من حیث یک نقطه انجام، من حیث یک نقطه رجوع، من حیث یک نقطه برگشت و سوی الله رب العزت برای ما تو تعیین میکنه. این بزرگترین لطف پروردگار عالم است برادر عزیزم. شاید کمی ها و کسته هایی که ما در طول سال کرده باشیم متوجه باشیم که واقعا اگر ما از رمضان استفاده درست بکنیم تماما کمی ها و کسته های سال ما در رمضان تلافی کرده میتونیم. و جهت از اینکه اجر و ثواب در رمضان به اعلاترین درجهش میرسه، رحمت و بخشش پروردگار عالم در ماه مبارک رمضان در اعلاترین درجهش میرسه. و نه تنها ای که حتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ماشما خبر میده که مسلمان ها متوجه باشید هر زمانی که ماه مبارک رمضان فرا میرسه فتحت ابواب الجنه، دروازه های جنت تا به آخرش باز میشه و هیچ دروازهش بند نمیمانه، و غلقت ابواب الجهنم و تمام دروازه های جهنم بند میشه و هیچ دروازهش باز نمیمانه، و صفدت الشیاطین و شیاطین سرکش متمرد در زنجیرها بسته میشن. چرا؟ کل ازی به این خاطره که الله رب العزت از ما و تو بنده میخواهی که بنده رجوع بکنه، که تمام وسائل ما در اختیارت گذاشتیم، وسائل بخشش، مغفرت، رحمت، اجر، ثواب، همه امکانات به دست تو هست. پس از این امکانات استفاده بکن ای انسان و خود مستحق بخشش پروردگارت بگردان، خود مستحق اجر و ثواب پروردگار عالم بگردان، خود مستحق تقرب به دربار الله رب العزت بگردان. دروازه های جنت باز از خیز بزن، هیچ کدام اشکال نداره. دروازه های جهنم رو برویت بسته کرده. شیاطینه که همیشه ما را در طول سال در غفلت و بیخبری منداخت، در نزاع و کشمکش منداخت، در بود ما از احکام الهی منداخت، در تقرب ما به نهمنهیات الله رب العزت سوق میداد، الله رب العزت و شیاطین با کمال قدرت خود بند میکنه و وسوسه ها را دیگر انداخته نمیتونه. چرا؟ به جهت از اینکه تمام امکانات در اختیار تو بگذاره. بس این مسائل چرا ما بیان میکنیم برادر اسلام؟ که تا ما بفهمیم که ماهی را که انشاءالله تعالی در طول از این هفته ما استقبال میکنیم ماهی هست که پروردگار عالم تمام امکانات مغفرت و بخشش و عفو و اجر و ثواب و همه چیز الله رب العزت این ماه مبارک رمضان برای ما تو فراهم میسازه. و اگر ما تو انسان مؤمن و مسلمان از کل از این امکانات استفاده نکردیم، از کل از توانایی هایی که الله رب العزت در اختیار ما میگذاره استفاده نکردیم، از باز شدن دروازه های جنت استفاده نکردیم، از بند شدن دروازه های جهنم استفاده نکردیم، با الله رجوع نکردیم، توبه نکردیم، هنوزم در معصیت و گناه و نافرمانی و سرکشی خود، تعدی و تجاوز خود ادامه دادیم برادر اسلام، ماه رمضان خلاص شد ولیکن صفحه گناه های نو محترم تو پاک نشد، نتانستی که استفاده درست بکنی، نتانستی که صفحه گناه های تو پاک بسازی، نتانستی که اجر و ثواب بی حد زیاده را که سبحان الله، یعنی اجر و ثواب رمضان اگر ما براتون بیان بکنم برادر اسلام شک نیست که زبان هیچ وقتی اندازه اجر و ثواب بر ما بیان کرده نمیتونه. ولیکن اگر مثال های دنیوی را ما در این رابطه باز بگوییم باز وقت است که شاید یک کمک وری تقرب به اصلاح حاصل شوه که باز بفهمی که الله رب العزت در رابطه با این ماه مبارک رمضان برای انسان چقدر اجر و ثواب میده.
به طور مثال یکی از رئیسای دولت کشورهای جهان، کشورهای غنی و پیشرفته و مترقی و اصلاح باشه و خوب امکانات هم به دست از قرار داشته باشه، برای جناب محترم تو بگه که من برای تو یک چک سفید میدم. یک چک سفید میدم. همی چک سفید به چی مانا؟ یعنی به این مانا که هر قدر که میخوای روشته بکن، حساب نداره و امکاناتش هم به دست است. پس تو فکر بکو که این چقدر برای تو اهمیت داره. شما باور بکنیم برادر سم که نمی ماه مبارک رمضان اجر و ثواب را که الله رب العزت در مقابل اعمال بر ما میده مانند نمی چک سفید است. اندازهش تعیین نکرده برادر اسلام، اندازهش تعیین نکرده. هر عملی که انسان انجام میده در مقابل هر عمل نیکش برای از او 10 حسنه و 10 اجر و ثواب است و یه اجر و ثوابش بلند شده میره تا به 700 مرتبه و 7000 مرتبه. الا الصوم، مگر روزه. فانه لی و انا اجزی به، روزه از ما هست و ما اجر و ثواب روزه رو میده. تعیین نکرده برادر اسلام. این از همین امکانات استفاده نکردیم ما و تو. از رحمت پروردگار عالم که در جوش بود استفاده نکردیم، باعث مغفرت گناه های خود نکردیم. میفهمی که نتیجه چی هست؟ میفهمی که نتیجه چی هست؟ نتیجه او نتیجه هست که جبرئیل علیه السلام در رابطه با اینمی قسم یک انسانه که ماه مبارک رمضان فرا میرسه و تمام امکانات مغفرت و گناه ها و کسب اجر و ثواب الله رب العزت در اختیار از این انسان میگذاره، تمام امکانات، ولی که این انسان این از امکانات استفاده نمیکنه. جبرئیل علیه السلام، جبرئیل علیه السلام سرکرده تمام ملائکه در آسمان، کسی که وحی سماوی را برای انبیاء علیه السلام می آورد، کسی قرآن برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد، مخلوقی که کوچکترین عصیان نافرمانی اصلا در سرشت و طبیعت از اونها نیست، سبحان الله. او تو یک مخلوق در رابطه با اینمی قسم یک انسانه که از رمضان استفاده درست نکرده، برادر اسلام بدعا میکنه. چی بدعا میکنه؟ خدا هلاک بکنه، خدا هلاک بکنه، برباد بکنه او انسان را که رمضان از سرش تیر شوه و بمیره و گناهاش بخشیده نشوه و بالاخره در آتش جهنم بره. این کی بدعا کرده؟ ما نکردیم. مولای سای پلخشتی نکرده، قاضی قضات استر محکمه نکرده، امام حرمین و شریفین نکرده برادر اسلام. این جبرائیل علیه السلام بدعا کرده و میفهمید که کی آمین گفته درش؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم برش آمین گفته. حالا تو بگه که نجات پیدا میکنی دیگه از این، از بدوای جبرئیل و آمین پیغمبر در رابطه با کی؟ در رابطه با اینمی انسانه که برادر استم رمضان آمد، تمام امکانات خیر و برکت در اختیارش گذاشته شد، امکانات مغفرت گناه ها، امکانات کسب ثواب اجر و ثواب، امکانات تقرب دربار الله، امکانات کسب جنت، امکانات خودداری از جنت، کل امکانات به دستش گذاشت. حالا این انسان خدا هلاکش بکنه، پیغمبر گفت آمین، خدا قبول بکنه دعایت. پس به این خاطر ما خواستیم برادر اسلام که قبل از اینکه ماه مبارک رمضان فرا برسه، هر یک ما و شما یک کمک کنی متوجه نفس خود شویم. برادر اسلام، ماه مبارک رمضان مانند ماها و روزهای عادیتان فکر نکنین برادر اسلام، بلکه در تقسیم اوقات انسان مؤمن و مسلمان، تقسیم اوقات روزمرش، اینمی قسمی که در خورد نوش ما و تو به اصلاح تفاوت ها ایجاد میشه و خورد نوش ما و تو تنظیم میشه به واسطه روزه که ما و تو میگیریم، افطار که میکنیم، سحری که میکنیم، متوجه باشین که در تمام اعمال ما باید یک تغییر بیاید، یعنی یک تغییر کلی باید در حیات و زندگی ما رو نما باشه. حیات و زندگی در رمضان غیر حیات و زندگی در روزهای عادی باشه برادر اسلام، و اگر نه که حیات و زندگی در رمضان مانند حیات زندگی در روزهای عادی بود، به یقین بدان که تو هم مانند اونم انسانی هستی که جبرئیل علیه السلام در حقش بدعا کرده و پیغمبر هم در رابطه با او آمین گفته.
و حدیث همیشه علمای کرام برای ما بیان میکنن که روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانی که به منبر بالا شدن ناخودآگاه سه دفعه آمین 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 گفتن. و شک نیست که ما همیشه براتون میگم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون با جهان غیب ارتباط داشتن چیزهایی را میدیدن که ما از دید از او عاجز بودیم. اصحاب با تعجب پرسان کردن که یا پیغمبر امروز یک کار عجیب را انجام دادی زمانی که در منبر بالا میشدی و خطبه میگفتی ناخودآگاه آمین آمین چیگه بود؟ پیغمبر بیان کرد برشان و در حین زمانی که ما به منبر بالا میشدم جبرئیل علیه السلام آمد و سه بدعا کرد برادر اسلام. یک بدعا در رابطه با کسی بود که در حق پدر و مادر خود تعدی و تجاوز و کمی و کاستی میکرد. پدر و مادرش به سن پیری رسیده بود ولیکن انسان نتونست که جنت کسب بکنه. خدا گفت طلاقش بکنه، پیغمبر گفت آمین. بدعای دیگر در رابطه با کسی کرد که نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضورش گرفته شود و برای پیغمبر درود نفرسته، بخل بکنه. گفت خدا حلاکش بکنه، پیغمبر گفت آمین. و سیام هم در رابطه با اینمی انسانی که به اسلام ماهی مبارک رمضان برش فرا رسید تمام امکانات در دست ازش قرار گرفت ولیکن نتانست که ایمارا مورد بخشش گناه های خود قرار بده، مرد و مستحق جهنم شد. مرد ولیکن صفحه گناه های شما تو پر از گناه و معصیت ماند. جبرئیل علیه السلام گفت خدا هلاکش بکنه و پیغمبر گفت آمین خدا هلاکش بکنه. پس به این خاطر که ما چگونه بتانیم برادر اسلام از رمضان استفاده درست بکنیم، از چند نقطه را میخواییم در رابطه با این بیان بکنم و انشاءالله و تعالی الله رب العزت ما شما را حیات بده و زندگی بده در رابطه با خود فضیلت و ویژگی های ماه مبارک رمضان و در رابطه با مسئله روزه و در رابطه با برخی از احکام که انشاءالله در روزه داریم در طول هفته های آینده انشاءالله و تعالی در رابطه با او صحبت میکنیم. ولیکن چون ما فعلا در رابطه با استقبال آستانه های ماه مبارک رمضان قرار داریم، پس هر یک ما شما باید که خود آماده از این ماه بسازیم. ببینیم برادر اسلام زمانی که یک مهمان بسیار عزیز میشه خانه ما بیاید، بسیار عزیز و محترم و بسیار مهمانی که ما او را دوست داریم و بسیار پشتش دقام شده گیستیم، هر زمانی که مهمان به خانه ما تشریف می آید یستا یک هفته پانزده روز همراه ما شما می باشد، ببینیم برادر اسلام که هر یک ما شما قبل از آمدن از این مهمان یک هفته پیش همه چیز ما تنظیم و ترتیب میکنیم، جایش در کجا باشه، خانهش در کجا باشه، چه قسم عزتش بکنم، چه قسم اکرامش بکنم، دیگه بکنم. یک مهمان است، یک ده پانزده روز می آیم و اصلا پس دوباره میره. مهمان عزیز، هیچ وقت برادر اسلام این همه یک مهمان عزیزه که خانه ما تو می آیم و ما تو انتظارش هم بی حد میکشیم، هیچ وقت ما منتظر از این نمیشیم که مهمان در خانه ما بیاید و دروازه را تک تک بزنه و باز ما آمادگی و اصلاح چی کنیم؟ عزت اکرام عظیمه، هیچ وقت این کار ما نمیکنیم برادر اسلام، بلکه هر یک ما و شما شاهد حال خود هستیم که اقلا یک هفته پانزده روز پیش در رابطه با یکی مهمان چه قسم عزت بکنم، اکرام بکنم، سر تقسیم اوقات خود، برنامه خود، همه چیز خود تیار میکنیم که مهمان که فرا رسید خلاص همه چیز آماده باشه. پس متوجه باشیم برادران که ماه مبارک رمضان میمان است، میمان است دیگه، میمان عزیزه که واقعا کسایی که قدر از این مهمان میفهمن با چشم به اصطلاح پردرد منتظر از این مهمان هستن که چی وقت میآید، ولیکن کسی قدر از این مهمان نمیفهمه برادر اسلام هر قدر که فرارستن از این مهمان نزدیک شده میرسه در دل از اینها سب زیق و بسنا پیشانیشان ترش میشه و اف و چفشان صاحب زیاد میشه و انزجارشان صاحب بیشتر میشه. اصل دیگه محبت است، با میمانه که محبت داری چه قسم استقبال میکنی و با میمانه که محبت نداری هر لحظه که فرارزدن از اون نزدیک میشه دلتنگی تو چی میشه زیاد شده میده. بس مسلمان های ما تو هم در رابطه با این میمان عزیزه که انشاءالله و تعالی یکی دو روز بعد استقبالش میکنیم مسلمان های ما شما هم در رابطه با می به می شکل هستند برادر اسلام. برخی کسا کلا را شور میتن، برخی کسا اوف و چوف میگن، برخی کسا سب انزجار میکنن، برخی کسا بیچه تو میشه و برخی کسا خاصا استقبالش هم نمیکنه. الله رب العزت هم ای ما شما رو ببخشه و عفو کنه.
ولكن انسان مؤمن و مسلمان که قدر از این میمانه میفهمه برادر اسلام، قبل از فرار رسیدن از این خدا آماده استقبال از این میمان میکنه. خب ما چه قسم میتونیم که از این میمان عزیز استقبال بکنیم؟ چند نکته را بیان میکنم برادر اسلام. اولین چیزی که تقاضای استقبال ماه مبارک رمضان از ما و شما میکنه برادر اسلام، اولین چیز توبه نصوح است، رجوع به پروردگار عالم است، بخشش خواستن از تمام گناه ها و کمی ها و کستی هایی که در طول سال از ما و شما سر زده، از کل از او چیزها قبل از این که رمضان فرا برسه از همش توبه بکنیم برادر اسلام. در کدام عادت بد گرفتار هستیم؟ عادت بد ترک بکنیم برادر اسلام. کدام اندیوالهای به اسلام، اندیوالهای رفقای سویی که ما داریم که همیشه ما را از یاد الله غافل میزنه، ترکشان کنیم برادر اسلام. در کدام معصیت و گناه استمرار دادی؟ قبل از قبل توبه بکو. با کدام نفر کشیدگی داری؟ قبل از قبل از رمضان حلش بکو. با کس خفه هستی، جنگی هستی، قبل از رمضان خدا آشتی بساز، اصلاح بکو. حقوق کس بالای ماندگی است، مال کس مانده، حق کس را خوردی، در حق کس به اصلاح ظلم کردی، تعدی کردی، حقوق مردم قبل از فرار رسیدن رمضان در اختیارشان بگذار. رمضان با صفحه پاک که در اون گناه وجود نداشته باشه، حقوق افراد وجود نداشته باشه، عداوت وجود نداشته باشه، کینه وجود نداشته باشه، حسادت وجود نداشته باشه، اعمال بد و عادات بد وجود نداشته باشه، با این قسم یک صفحه است رمضان استقبال بکنیم برادر است. ببینید زمانی که فصل بهار فرا میرسه و دهاقین ما و شما میخواییم که کشت و کار بکنم برادر اسلام، و یا ما خود ما و شما میخواییم که در خانه های خود بستا چیزی بکاریم، آیا امکان داره که این تخم ما در یک سنگلاخ، در یک زمین بستا شوره، در یک زمین خراب و سخت بستا تخم پرتیم و پرتیم؟ قطعا زمین اصلاح میکنیم برادر اسلام، خس و خاشاکش پس میکنیم، سنگ کلوخش را دور میکنین، زمین خوب آماده میکنین و بعد از او تخمه میکنین و بعد از او به اصطلاح پرورش میدین تا آن چیزی که ثمر در صدتش هستین به دست شما بیاید برادر اسلام. رمضان عین چیز است. هر زمانی که رمضان با یه صفحه پر از گناه، با یه قلب پر از عداوت و دشمنی، با این حقوقی که بالایت از افراد مانده، با این نزاع و کشمکشی که در بین مردم داری، با این قسم اگر رمضان استقبال بکنی، با یقین بدان که رمضان از سر تیر میشه و از رمضان چیز استفاده کرده نمیتونی. رمضان از ما تو اصلاح میخواید برادر اسلام. این مهمان عزیز از ما تو میخواید که زمانی که به در خانیت رسید، در خانیت به کلی پاک و پاکیزه باشه، صفا باشه، آرامی باشه، امنیت باشه، عداوت و دشمنی در اونجا وجود نداشته باشه برادر اسلام، قفگاهن قهر در اونجا وجود نداشته باشه، خطبوری در اونجا وجود نداشته باشه. رمضان در این قسم خانه ها داخل نمیشه برادر اسلام، متوجه باشه. ما همیشه یه حدیث از سر از این منابر میگیم برادر اسلام، ولیکن با کمال تعصب بازم که در بین جامعه داخل میشم، هنوزم مردم به مو به اصطلاح کار خود روان هستن. او برادر اسلام متوجه باشین که یکی از اسباب قبولیت عمل انسان به حضور پروردگار عالم، حالا ما تو که روزه میگیریم، این روزه و رمضان چی وقت استفاده میکنیم؟ هر زمانی که می روزه ما رمضان ما به حضور پروردگار آنها قبول شود دیگه. یکی از علل و اسباب قبولیت عمل انسان اینمیست که این انسان قلبش از عداوت و دشمنی با برادر مسلمانش پاک باشه برادر اسلام. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که هر روز پنجشنبه و هر روز دوشنبه اعمال انسان ها به حضور پروردگار عالم پیش میشه و الله رب العزت از هر بنده ای که به الله رب العزت شریک مقرر نکرده باشه، شریک برای الله نیاورده باشه، اعمال از اونها را قبول میکنه، اعمال از اونها را میپسنده، در مقابل اعمالشان اجر و ثواب برشان میده.
اما زمانی که اعمال دو برادر به اصلاح پیش میشه به حضور پروردگار عالم و این دو برادر با هم دیگر جنگی هستند، خفه هستند، عداوت دارند، دشمنی دارند، قطع برید کردگی هستند. قطع برید با کی؟ با برادرت. قطع برید با کی؟ با کاکایت، با مامایت، با همسایت، با برادر مؤمن و مسلمانه. میفهمیم که پروردگار عالم چی میگه؟ ملائکه میگه اعمال از اینها را بگذار، بگذار تا وقتی که بین خود صلح بکنن، تا وقتی که بین خود آشتی بکنن. از برادر عزیزم اگر میخوایی که از رمضان استفاده درست بکنی، قبل از فراجدن ماه مبارک رمضان قلبت پاک بساز. عداوت و کینه و دشمنی که در بین افراد جامعه به هر شکل آمده باشه از بین ببرش. منتظر از این نباش که او بیای از تو بخشش بخوای. خیره اگر گناه از او هم هست، تو برو به اصلاح بخشش بخوای و تو گردنت خلاص بکن. اگر حقوق افراد جامعه بالایت ماندگی هست، پدرت خفه کردی، مادرت خفه کردی، همسایت خفه هست، دوست و برادر نزدیکت خفه هست، در دفتر دیوان به اصلاح همکارت خفه هست، در همسایگی دکان دکاندار ازت خفه هست، برادر عزیزم قبل از فراجدن ماه مبارک رمضان کل از این خفگان ها را از بین ببر دیگه. این در رابطه با حقوق افراد جامعه. اما آن چیزی که تعدی و تجاوز در حق نفس خود کردیم از ظلم و گناه و معصیت، با این زبان، با این چشم، با این گوش، با این دست، با این بطن، با این فرج، از همش از الله رب العزت معذرت بخوای، بخشش بخوای، توبه بکو، با الله رجوع بکو. چقدر ذات غنی داریم، چقدر ذات با رحم داریم برادر اسلام. در حدیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماین الله رب العزت دست خدا در روز دراز میکنه، دست عفو و بخشش و مغفرت و رحمت خدا برای کسانی که در شب گناه کردن، در روز دست خدا دراز میکنه که بیاین بخشش بخواین، عفو بخواین که من ببخشم. در شب الله رب العزت دست رحمت خدا دراز میکنه برای کسانی که در روز معصیت گناه کردن، شب بیاین توبه بکنین، مغفرت بخواین. دروازه توبه باز است برادر اسلام، تا با وقتی که مرگ به سراغت نرسیده دروازه توبه باز است. بالله رجوع بکن از تعدی و تجاوزی که در نفس خود کردی، از تعدی و تجاوزی که در احکام الهی کردی. پاک بکن صفحه تا، صفحه گناهای تا پاک بساز، هم از تعدی و تجاوز در حقوق الله و هم از تعدی و تجاوز در رابطه با حقوق العباد. برادر اسلام متوجه باشین که تقاضای رمضان است اگر میخواین که از رمضان استفاده بکن. اگر خدای ناخدا میخواین که در تحت بدوای جبرئیل و آمین پیغمبر قرار بگیرین، خلاص دیگه بانین دمو عداوت و دشمنی تان بانین، روزه میگیرین، نماز میخوانین، قرآن میخوانین، تلاوت میکنین، ولی که یکی شما دربار الله قبول نمیشه، بالا نمیشه. و جهت از این که هنوز هم در اینجا عداوت وجود داره، هنوز هم در اینجا حسد وجود داره، هنوز هم در اینجا حقوق مردم بالای تو هست، کجا فرار میکنی از الله رب العزت؟ حدیث مفلس همیشه براتان بیان میکنم یا نمیکنم برادر اسلام؟ کجا هست حقوقی که امروز بالای ما و شما هست؟ و در قدم اول، اولین چیزی که رمضان از ما و شما تقاضا میکنه برادر اسلام، یک توبه نصوح از هر گناه و خطایی که هست. قلب خودم پاک بسازیم، صفحه گناه های خودم پاک بسازیم. دومین چیزی که رمضان از ما و شما تقاضا میکنه، شاید که دو روز مانده باشه و وقت بسیار کم است برادر اسلام، هنوز هم فرصت هست که ما و شما باید فقه رمضان بدانیم برادر اسلام. فقه رمضان با چی معنا؟ فقه رمضان به این معنا که نمی ماه مبارک رمضان که پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانی که فرمودن که اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت، دروازه های جنت باز میشه. خب این جنت در کجا هست دیگه؟ این جنت خود در یک جهان غیب هست برادر اسلام. خب در این جهان غیب که دروازه های جنت باشه، با ما چی یعنی دیگه؟ حالا با ما چی فایده رسه که دروازه های جنت باز باشه یا بند باشه؟ یعنی با ما چی؟ با کمال تعصب این بسیاری کسای ما شما از این قسم احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم در برداشت نادرست میکنن. و زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفهمه که زمانی که رمضان میرسه دروازه های جهنم بند میشه، خب جهنم در کجا؟ جهنم در یک جهان غیب است برادر اسلام. دروازه هایش فعلا باز باشه ولی بسته باشه به ما یعنی چی فایده؟ ولی که متوجه باشین پیغمبر زمانی که این قسم احادیث بر ما میگه، این به این معناست
یعنی به این معنا که تمام امکانات رفتن تو در جنت در ماه مبارک رمضان فراهم میشه، یعنی به این معنا که گویا دروازه ها باز میشه، تمام خود احمال خودداری کردن از جهنم در ماه مبارک رمضان برای تو فراهم میشه، یعنی به این معنا که دروازه های جهنم برای تو بند شده دیگه. پس فقه رمضان از ما و شما چی تقاضا میکنه برادر استاد؟ که ما و شما بفهمیم که دروازه های جنت را که پیغمبر میگه امی کدام دروازه هاست که باز میشه. یه این حالو گوش بگیرین دروازه ها را برادر اسلام، این دروازه ها را باید بفهمی، احکامش را بفهمی. اگر میخوای که از این دروازه های باز جنت در جنت داخل شوی، اقلا فقه رمضان را باید بدانی دیگه. اولین دروازه جنت که در ماه مبارک رمضان برای ما تو باز میشه دروازه روزه هست برادر اسلام. روزه خودش یک دروازه از جنت است، میفهمین یا نمیفهمین؟ روزه خودش یک دروازه از دروازه های جنت است برادر اسلام. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایه که در جنت یک دروازه هست به نام ریان نامیده میشه، ریان. و این دروازه میفهمین که مخصوص کی هست؟ این دروازه تنها مخصوص روزه دارها میباشه و در روز حشر برای روزدارها صدا زده میشه و تنها روزدارها از این دروازه داخل میشن و بعد از اینکه روزدارها داخل شد دروازه بند میشه دیگه در روی کسی باز نمیشه. روزه چی وقت فرا میرسه؟ روزه چی وقت فرض است؟ روزه در ماه مبارک رمضان فرض است برادر اسلام. پس متوجه باشید که یکی از دروازه های جنتی که در ماه مبارک رمضان برای ما تو باز میشه که هم دروازه روزه هست. روزه عبادت هست، سر هست بین الله و بین رب سبحان الله. روزه یک عبادت هست که بغیر از بنده و بغیر از رب دیگه هیچ کسی در رابطه با این سر آگاهی نداره برادر اسلام. بجهت از این روزه عبارت از چی هست؟ روزه عبارت از این نیت قلبی هست که تو در قلبت نیت بکنی که ما امروز فقط به خاطر الله رب العزت روزه میگیرم. بس دهنت از خوردن و نوشیدن شهوات جنسی بند میکنی تا به وقت غروب آفتاب و از این سر بغیر از ربت و بغیر از خودت دیگه کسی آگاهی نداره. و به این خاطر است که پروردگار عالم از کل عبادت هایی که ما تو انجام میدیم، از نماز، از زکات، از حج، از جهاد، از دعوت، از تلاوت قرآن مجید، از همش میفهمی که چرا برای خود خاص کرده؟ روزه را برای خود خاص کرده. پس نمی روزه در طول سال که ما و شما 12 ماه داریم و 365 روز داریم، بگه که در کدام روز بالای ما و شما فرض میشه؟ در نمی ماه مبارک رمضان فرض میشه دیگه. از چیز دیگه که ماه مبارک رمضان از ما تو میخواییم با شما فقه رمضان اصلا بدانیم برادر اسلام، در رابطه با احکام روزه بدانیم. روزه یعنی چی؟ روزه چه قسم باید گرفته شوه؟ از چی وقت گرفته شوه؟ تا چی وقت گرفته شوه؟ مبتلاتش چیست؟ مفسداتش چیست؟ سننش چیست؟ مستحباتش چی میباشه؟ کل از این چیزها. اگه میخوایی که از دروازه در کجا داخل شوی؟ در جنت داخل شوی برادر اسلام. روزه زمان روزه گفته میشه که مطابق احکام اسلام گرفته شود. پس ماه مبارک رمضان از ما تو تقاضا میکنه که ما فقه رمضان بدانیم. فقه رمضان از ما تو چی تقاضا میکنه؟ دروازه های جنتی که در ماه مبارک رمضان برای ما تو باز میشه، این دروازه ها را باید ما تو شناسایی بکنیم. اولین دروازش دروازه روزه. احکام روزه را باید بفهمیم، مفسدات و مبتلاتش را بفهمیم. شما باور بکنید امروز برادر اسلام یکی از مشکلاتی که ما داریم، یکی از سنن و مستحبات روزه، همه ما شما میفهمیم برادر اسلام، که یکی هم خوردن مثلا سحری میباشه و یکی هم افطار میباشه که قبل از نماز مغرب اسلام و روزی خودم میکشه. از جمله سنت های روزه هست، مستحبات روزه هست. و این همین سحری که ما شما میکنیم و انشاءالله در رابطه با این شاید شما صحبت های مفصل داشته باشیم، ولی که چون ما در آستانه رمضان قرار داریم و یکی از چیزهایی که در ماه مبارک رمضان بالای ما تو فرض میگرده، یکی هم این مسئله روزه هست و روزه هم زمان روزه میباشه که ما مطابق احکام دین بگیریم. یکی از مشکلاتی که من همیشه با فرازدن ماه مبارک رمضان ایره گوشزد میکنم برای برادرهای مسلمان من، یکی هم مسئله سحری می باشه. ما در افطار کدام اشکال نداریم، ولیکن اشکال اساسی ما و شما در رابطه با سحری هست. متوجه باشیم برادر اسلام که روزه با وقت معین آغاز و با وقت معین به پایان می رسه. هر زمانی که پیش از وقت معین به پایان رسیدن روزه ما تو چیز خوردیم و یا نوشیدیم و یا شهوات جنسی را انجام دادیم، متوجه باشیم که روزه از بین رفته، باطل شده، خلاص تمام تکلیفت به اشتا از بین رفته.
و به عین شکل هر زمانی که ما بعد از آغاز وقت روزه، بعد از اینکه آغاز وقت روزه شروع میشه و هنوز موتون میخوریم و می نوشیم، متوجه باشیم روزیت نشده دیگه. روزه عبارت از چی؟ یعنی خودداری کردن از خوردن و نوشیدن و شهوات جنسی از طلوع فجر، که طلوع فجر موتون از خود وقت معین داره برادر اسلام، تا به غروب آفتاب. به غروب آفتاب شما از خود وقت معین داره برادر اسلام. یعنی شما باور بکنید که 3 دقیقه پیش از غروب آفتاب، که آفتاب غروب نکرده، 3 دقیقه پیش اگر من چیز بخورم بنوشم، همه روزیم باطل شده، از بین رفت. بعد از طلوع فجر باور بکنید که 3 دقیقه بعد، 2 دقیقه بعد هنوز هم من چیز بخورم بنوشم، خلاص روزه از بین رفت، خلاص شد دیگه. وقت فرا رسید، جناب محترم تو هنوز هم میخوری؟ نه، روزه خودداری کردن از طلوع فجر. فقه روزه چی نمیگن بدر؟ فقه روزه میگن میره بفهمیم طلوع فجر چی وقت صورت میگیره، غروب چی وقت صورت میگیره. شما باور بکنید که امروز بسیاری برادرای ما بین طلوع فجر و طلوع آفتاب تفکیک نمیکنه. نه، طلوع آفتاب چیز هست، طلوع فجر چیز دیگه هست. طلوع آفتاب در حقیقت برآمدن آفتاب با زفق است که از شرق میبره، آفتاب بلند میشه و ما تو میبینیم. طلوع فجر چی را میگن؟ طلوع فجر در حقیقت عبارت از اولین روشنی روز است که در افق بعد از تاریکی شب نمایان میشه. همه ما شما میدونید که زمین به دور خود چرخ میخوره، به دور آفتاب. و زمانی که زمین به دوران میباشه، شک نیست که یک قسمت زمین که به طرف آفتاب و روز است و یک قسمتش به طرف آفتاب نیست، این طرف شب میباشه. و زمانی که زمین دور میخوره، به اصطلاح اولین روشنی آفتاب زمانی که میزنه و روشنی به اصطلاح تاریکی پس میره و روشنی، اینمین نقطه را به نام طلوع فجر یاد میکنه. اینمین روشنی که در افق ظاهر شد، خلاص تو دیگه باید خودداری بکنی. اکثریت برادرای ما در رابطه با این نمیفهمن. مشکل اساسی دیگه ما در این رابطه چی هست برادر اسلام؟ مشکل اساسی دیگه ما در رابطه با این است که ما این طلوع فجر خدا، یعنی وقت آغاز روزه خدا، ما با وقت آغاز نماز به اصطلاح چی میکنیم؟ مقایسه میکنیم. ای تو فکر میکنیم که گویا طلوع فجر در حقیقت وقت اذانهای صبح میباشه. اکثریت به میزن بگنم هست، در حالی که ما براتون میگم برادر اسلام، در نیمه شب روز ما تو هستیم. طلوع فجر تقریبا در حدود 3 و 25 دقیقه صورت میگیره. 3 و 25 دقیقه طلوع فجر صورت میگیره. در حالی که از آنهای نمازهای ما شما 15 کم 4 4 این تا 4 دم کسی است که میاد. بناهن اگر تو فقه روزه را نفهمی، فقه رمضان را نفهمی و طلوع فجر را نفهمی و بالاخره بگی خیلی طلوع فجر هم عبارت از اذانهایی است که مولوی صاحب ها در مساجد میده و تو به اصطلاح خورده بری صاحب 3 و 25 طلوع فجر صورت گرفته، تو تا با 15 کم 4 هم خورده رئیسه به یقین داده که نه روزه شده و نه روزه توش میشه. مثلا این روزه تا باید قضایی بگیری و روزه تا اصلا نشده است. پس رمضان از ما تو میخواه که قلن در رابطه با این احکام ها شما بفهم. دروازه دیگری که در ماه مبارک رمضان از دروازه های جنت باز میشه برادر اسلام، یکی هم دروازه اعتکاف است. اعتکافی که با کمال تاسف اکثریت در رابطه با اصلا فکر نمی کنیم. هر یک ما شما در این ذهنیت باشیم که من چگونه بتانم که در دهه اخیر از امیال باید تصمیم خدا بگیریم، احکام اعتکاف رو بفهمیم برادر اسلام، که در اعتکاف چی باید بکنم، چی باید نکنم، آدابش چیست، احکامش چیست، دیگه چیست، کل از این چیزها را باید ما بفهمیم. دروازه دیگر جنت که در رویت باز میشه در ماه مبارک رمضان، دروازه دادن صدقه فطر است برادر اسلام. صدقه فطر از جمله واجبات هست در ماه مبارک رمضان که تنها در رمضان است و دیگر اوقات نمی باشه. دروازه دیگری که بر رویت باز میشه نماز تراویح هست برادر اسلام. سبحان الله، نماز تراویح احکامش رو بفهم، وقتش رو بفهم، زبانش رو بفهم، معیار عبادت بلند میره. پس کل از این دروازه های جنت است. نماز، روزه، دادن و اصلاح خیرات، اعتکاف، کل از این دروازه هایی است که برای ما تو باز میشه. پس این دروازه ها از ما چی تقاضا میکنه؟ که حداقل ما احکام از این چیزها را بفهمیم برادر اسلام. این تو نمیشه که سر به خود هر قسم که اعتکاف شدم، هر قسم روزه گرفتم، هر قسم تراویح را خواندم. نه، هر قسم نمیشه. شریعت متوجه باشن که یکی از ویژگی های خصوصیت عبادت در اسلام عبادت توقیفی میباشه. توقیفی به جمع معنا یعنی به این معنا که متوقف به احکام شرع است. عبادت مطابق احکام شرع انجام دادی، الله رب العزت قبولش میکنه. که ندادی، متوجه باش که به هر شکل دیگه که انجام میدی هرگز الله رب العزت از تو قبول نمیکنه. نقطه سوم و بسیار مهمه که قبل از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان باید ما شما متوجه باشیم برادر اسلام، و قسمی که پیشتر هم براتون مثال دادم، ما
متوجه باشین که هر برادر مؤمن و مسلمان قبل از اینکه ماه مبارک رمضان فرا برسه باید برای خود یک تقسیم اوقات در ماه مبارک رمضان داشته باشه. ماه مبارک رمضان ما غیر روزهای عادی ما باشه برادر اسلام. ما در ماه مبارک رمضان از هر لحظه سعی و تلاش و کوشش بکنیم که از هر لحظه از این استفاده اعظمی بکنیم برادر اسلام. یعنی هر لحظه ماه مبارک رمضان متوجه باشین که از دنیا و مافیها که ارزشش بیشتر است. چی معنا؟ یعنی به این معنا که برای خود تقسیم اوقات جور بکنیم، برای تلاوت خود، برای وقت خواب خود، برای افطار خود، برای کار خود، برای اعتکاف خود، اگر خدا توفیق بده برای عمره کردن در ماه مبارک رمضان. عمره در ماه رمضان مانند حج با پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر است. کل از این برنامه ریزی هیش و برادر اسلام که تا ما بتاریم که از ماه مبارک رمضان استفاده بکنیم دیگه. تو بشینی که دعای اخیر برسه باز اعتکاف بکنی والا چطورش چیکاش خلاص از بین رفت. تو بشینی که والا باز وقت عمره برسه سای رمضان خلاص میشه عمرت بر. نه، کل از این چیزها باید پیش از پیش تقسیم اوقات شوه، برنامه ریزی شوه و ما یک تقسیم اوقات معین در ماه مبارک رمضان داشته باشیم که ما چه قسم بتانیم که از اوقات ماه مبارک رمضان استفاده درست بکنیم که تا بتانیم که واقعا ماه مبارک رمضان ذریعه مغفرت گناه های خود، ذریعه تقرب خود به دربار الله رب العزت و ذریعه کسب اجر و ثواب بی حد زیاد از الله جل جلاله قرار بدیم. پس هر زمانی که ما توبه نصوح کردیم و هر زمانی که ما فقه رمضان دانستیم و هر زمانی که ما یک برنامه بسیار خوب برای خود در تقسیم اوقات روزمره خود گذاشتیم و مطابق از اون تقسیم اوقات ما عمل کردیم، پس این جاست که ما میتونیم که از ماه مبارک رمضان استفاده درست بکنیم. و اگر نه که توبه نکردی و ماه مبارک رمضان رسید و هنوزم قلبت با عداوت و دشمنی و با عادات سیئه مخلوط میباشه، متوجه باشین که رمضان میرسه مانند اون از اون تخم است در سنگلاخ کاشتیش دیگه. اگر بهترین تخم اصلاح شده را ما در یک سنگلاخ هم بکاریم و هرچی آب هم بتی چیز ثمر نمیده برادر اسلام. اگر ماه مبارک رمضان رسید و فقه رمضان نفهمیدی، اعتکاف نفهمیدی، تراویح نفهمیدی، تلاوت قرآن مجید نفهمیدی، احکام روزه را نفهمیدی، رمضان تیر شده استفاده نکردی برادر اسلام. و یا ای که ماه مبارک رمضان رسید ولیکن خودت یک تقسیم اوقات معین برای خود نداشتی، یک برنامه درست نداشتی، وقت تلاوتت معلوم نبود، وقت جماعتت معلوم نبود، به یقین بدان که بسیار سرگم ماه مبارک رمضان خلاص میشه، نه ختم میکنی نه تلاوت قرآن میکنی و نه بسیار استفاده درست میکنی. پس به اساس هر یک ماشما سعی تلاش و کوشش بکنیم و الله رب العزت از خیر و برکت از این ماشما رو محروم نگذاره که هر یک ما بتانیم که از این ماه استفاده درست بکنیم. بهترین ماه هست برادر اسلام، بهترین ماه هست. در این حدیث از طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه میای برادر اسلام و می فرماید که دو برادر دو کس بودن که یک جا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن و در برخی روایت دو برادرها می باشند. یک برادرش خیلی به احساس سعی و تلاش و کوشش میکرد، خیلی رفت در میدانهای جهاد و بالاخره شهید شد، در راه الله در جهاد شهید شد. و یک برادر دیگه یک سال باقی ماند و بعد از مدت یک سال وفات کرد، شهید شد وفات کرد. طلحه بن عبید الله میگه که من هر دوی از اینها را در خواب دیدم و قسم خواب دیدم که گویا در جنت است و کسی از دروازه جنت میآید و اول امی برادری که وفات کرده اول این را صدا میکنه که بیاد در جنت و بعد از او که برادر که شهید شده بود بعد از او را صدا میکنه میگه بیا به جنت و مرا میگه نه تو هنوز وقتت نامده. وقتی که طلحه بن عبید الله میگه من از خواب خیستم و قصه را به اصحاب کنم، اصحاب ایران مانده که عجیب این نفر صرف در راه خدا شهید شده و یه آدم یک سال بعد وفات کرده و یه اول در جنت داخل میشه و یه شهید بعد از او جنت داخل میشه. مردم پریشان شدن، پیش پیغمبر آمدن، از پیغمبر پرسان کردن و گفتن که یا پیغمبر چطور مسئله است و شهید به اصلا بعد از یادم؟ گفت تا یه آدمی که یک سال زنده بود، یک سال زنده بود چقدر نماز خوانده؟ در یک سال اگر ما 365 روز بگیریم، در 365 روزه که ضرب 5 بکنیم چقدر نماز خوان؟ در یک سال یه آدم روزه گرفت، ماه مبارک رمضانه، پس چقدر اجر و ثواب کسب کرد؟ شهید تنها این نیست که خونت در راه خدا بریزانی، بلکه شهید اوست که در زندگی در اعمال شهادت بتی به الله بود. این شهید است، این شهید و مراتب مرتبهش بلندتر از اون شهیده که خون در راه الله ریختند. برادر اسلام تو که به حساب پابندی میکنی، تو که در رمضان به حساب عجر و ثواب کسب میکنی، متوجه باش که عجر و ثواب تو بلند میره دیگه. در روز آخرت معیار اجر و ثواب است.
معیار برتریت انسان در کسب اجر و ثواب است. هر کسی که اجر و ثوابش بیشتر، مقام و منزلتش بیشتر می باشه. برادر اسلام، پس او برادره که یک سال به اصلاح زندگی کرد و اینقدر اجر و ثواب کسب کرد که شهید را کسب کردن است، و شک نیست که مستحق چی می باشه؟ مستحق جنت اولی می باشه که بکنه. پس چی وقت می تونیم که از این استفاده بکنیم؟ هر زمانی که ماه مبارک رمضان از ما خوشنود باشه. متوجه باشین که ماه مبارک رمضان تو میمان نیست که همه تو بیایه و بره، نه، ماه مبارک رمضان ماهی هست که میایه و به اعمال ما، به احوال ما، به کردار ما، به حضور الله شهادت میده. برادر اسلام، چی شهادت میده؟ که آیا ما از این رمضان استفاده درست کردیم و یا یکی رمضان ما رفتیم و ضایع کردیم. متوجه باش برادر اسلام که این ماه به حد ماه پر عظمت و پر برکت است، و سعی و تلاش و کوشش بکنیم که ما را در غفلت، در بیخبری، در عداوت، در دشمنی، در چیزهای بیهوده، در لهو و لهب و در آن چیزی که منافقین امروز سعی و تلاش و کوشش میکنند که بیستا این ماه را سرای ماش ماش مازایی بسازه، ما باید خودداری بکنیم و بتانیم که انشاءالله تعالی از این ماه عجر و ثواب بیشتر کسب بکنیم. اللهم ربنا تقبل منا اینک انت السمیع العلیم و تب علینا اینک انت التواب الرحیم. اللهم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى، و صلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک. ایمان پرودکشن که از وقت زمان بی حضرت همه ما شما شاهدش هستیم که برنامه های مختلف در رابطه با احکام دین و در رابطه با امورات دینی از خلال اساتید محترمی که در اینجا می آیند پخش می کنند، شک نیست که فعالیت خود با وجود از یک امکانات بسیار کم به دست دست دارند این کارها را انجام دادند، و همه ما می فهمیم بینندگان عزیز که کار کردن در این راسته با مال بسیار هنگفت ضرورت داره، ولیکن پیمان پرودکشن توانسته که با ما امکانات بسیار کمی که به دست دست داره الحمدلله کارهای بسیار بزرگ را انجام بده که شاید بزرگترین شرکت ها نتونن که این کارها را به این شکل انجام بدن. پس به این اساس شک نیست که پیمان پرودکشن کدام ممول یا تمویل کننده هم نداره که اونا را بتونن در این راسته همکاری بکنن. پس به اساس ما تقاضا میکنم که انشاءالله و تعالی به این کار خیر و به این جهاد در رای الله جل جلاله سهیم شوین، و با این جهاد و با این داد و ستوده که با الله رب العزت میکنین در رابطه با پیش برد دین الله رب العزت با مالتان، و انشاءالله و تعالی شما با صدقه جاریه از این انشاءالله و تعالی شریک میباشین، و هر کمک را که در رابطه با این پرودکشن کرده میتانین که تا بتانه که از این مشکلات مالی که اینا گرفتار هستن و خدای نکده تو نشه که مشکلات مالی بالاخره منجر به این شوه که نمی یکی از پایه‌های جهاد در راه الله که در حقیقت به خاطر نشر و پخش دین الله رب العزت صورت میگیره سقوط بکنه، و همه ما شما در رابطه با این مورد مؤاخذه قرار بگیریم. پس قبل از اینکه هیچ یک چیز صورت بگیره، پس چه خوب است که هر یک ما شما با تمام توانمندی که داریم بتونیم که با این پروداکشن همکاری بکنیم، چی از مال صدقات ما باشه، چی خیرات باشه، و حتی اموال زکاتی که اگر ما شما داشته باشیم میتونیم که در راه نشر و پخش دین الله رب العزت را مورد استفاده قرار بدیم، و به یقین داشته باشیم میرندگان محترم که یکی از وسایل صدقه جاریه در حقیقت خرج کردن مال در نمی قسم پرودکشن ها می باشه، گناه کار دین و کار احکام اسلام می کنند. و جهت از این که ای در حقیقت و رمو صدقه جاریه هست که در سراسر جهان هر کسی که در رابطه با یه احکام چیز میشنوه و از او استفاده میکنه و او رو در حیات و زندگی خود پیاده میکنه، متوجه باشین که اجر و ثواب از او خامخا و حتما برای ما شما میرسه و برای ما ثبت میشه. پس به اساس ما امیدوار هستیم که انشاءالله و تعالی در رابطه با تمام سعی و تلاش و کوشش مالیتان در رابطه با این پرودکشن دریغ نکنین، و بتونین که انشاءالله و تعالی اینا را تعاون و همکاری بکنین که تا با مو کیفیت خوبی که دارن بتونن کارهای خود پیش ببرن و مسلمان ها در سراسر جهان از اینا استفاده بکنن، و شک نیست که واقعا خیر و برکتشان برای همه میرسه و واقعا تاثیرات بسیار خوبه در رابطه با مسلمان های ما کرده، و ما امیدوار هستیم که انشاءالله و تعالی در رابطه با کمک و همکاریتان انشاءالله و تعالی همیشه ادامه بتین. الله رب العزت همه ما شما را توفیق به اعمال نیکو نصیب فرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.